با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظورش ماست. السلام علیکم. رئیس شهری پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده از رفتی آمادگی مؤسسه های تعلیمی با سال نوی خانیش آشنا گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه متوجه باشید. رئیس شهری پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی از رفتی کارهای آمادگی به سال خانیش نو سال 2022-2023 و ذخیره برای زمستان به یکچند مؤسسه های مکتبی و تو مکتبی شهر تشریف برد. در آغاز رئیس شهر از مؤسسه تحصیلات میانه ایلوگی رقم یک دیدن نمود و از رفتی آمادگی مؤسسه برای سال خانیش آشنا گردید. در مؤسسه مذکور 878 نفر خواننده تحصیل می نمایند که با آنها 46 آموزگار در دوبست درس می گویند. در آنجا 34 محفل عمل می نماید و دارای 118 گروه است. در رفتی بازدید از صنفخانه های کامپیوتری و دو زندگی عبدالخالق خالقزاده سپارش داد تا با جلب متخصصان با تجربه مؤسسه را به طور زمانوی تعمیر نموده با تکنیک و تجهیزات نو مجهز گردانند. پس از آن رئیس شهر با هیئت همراهانش از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم یکی به نام ایوان پتروویچ رزین بازدید نمود. به رئیس شهر اطلاع داده شد که در مؤسسه 100 نفر آموزگار در دوبست به 2280 نفر خواننده تعلیم می دهند و درس با زبان های تاجیکی و روسی براه مونده شده است. ضمن سفری رئیس شهر آموزگاران مکتب دست جمعانه به تعمیر و ترمیم مشغول بودند. تالاری مکتب در سال خانش نو پورا به طور موثر با کمک پدر و مادران از تعمیر زمانوی برآورده شده است. عبدالخالق خالقزاده با آموزگاران صحبت نموده تاکید داشت که تربیه نسل سالم این بنیاد جامعه پیشرفت بوده تنها از آموزگار منشأ می گیرد. با این خاطر ما باید به تربیه نسل نورس دقت خاص دهیم. اینچنین از رفتی آمادگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام اسماعیل سامانی آشنا گردیده قید کرد که تا آغاز سال خانش نو روزهای به شمار باقی مانده است و مؤسسه ها پورا باید آماده باشند. رئیس شهر از ذخیره انگشت و هیزم برای زمستان گذرانی بازدید نموده برای رفع مشکلی های جای داشته مسئولین را وظیفه دار نمود. در صحبت با معلمانی مکتب مذکور رئیس شهر یادآور شد که مکتب این مکانی تعلیم و تربیه بوده، شکل ظاهری آن نیز باید به طلبات جوابگو، زیبا و دارای همه تجهیزات های موثر باشد. رئیس شهر از آمادگی به سال خانیش، ذخیره زمستان، مواد خوراکه و شرایط مؤسسه تحصیلات تو مکتبی رقم 11 به نام فیروزه، مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر، تالاری ورزشی پهلوانان سغدی، مؤسسه تحصیلات تو مکتبی افتوبک، مؤسسه تحصیلات تو مکتبی رقم 6 به نام مادر و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 آشنا گردیده برای سری وقت برطرف نمودن کمبودی دستور و سپارش های مشخص داد. بازدید رئیس شهری پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده از دیگر مؤسسه های مکتبی و تو مکتبی ادامه دارد و در گزارش های آینده از رفت آن معلومات بیشتر خواهیم داد. گزارش مرتبه رحمون و وش حسین صالحوف. در تالار سودی شهری پنجاکنت بخشیده به 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چوره‌بینی برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. استقلال دولتی برای ملت تمدن سازی ما در مرز 200 ساله پدیده بی‌مثل با عظمت تاریخی است که سلسله واقعه های سرنوشت ساز را در بر می‌گیرد. استقلال چون عضوی برابر حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریده سیاسی دنیا با همه مخصوصیت های دولتداری موثر ارزی هستی نمود. در تالار سودی شهری پنجاکنت چوره‌بینی بخشیده به 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. چوره‌بینی را رئیس سودی شهری پنجاکنت میرزا حمیدزاده دیلاور آغاز نموده دایر به دستاورد های 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یادآور شده قید نمود که چخیلی که پیشرو معظم ملت در سخنرانی نهایشان ابراز می دارند، استقلال دولتی، زبان، مادر، وطن، فرهنگ و تمدن کوهن بنیاد حلقه های به هم پیوسته می باشند که راه ما را به سوی وحدت و یگانگی و متحدی و سرجمعی ملت رفشان می سازند.
با شرافت نعمت خدا داد یعنی استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که بعد هزار سال اصالت و هویت ملی، تاریخ و زبان و فرهنگ ملی، سنت و ارزش های نیک ملی، خلاصه هستی ملی خود را به خاطر اجرای رسالت بسیار پرمسئولیت ولی پر افتخار تاریخی، اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی، یعنی جامعه نوین دولت صاحب اختیار و آزاد و زندگی با سعادت نسل های امروز و فردا احیا نماییم. در ادامه چاره‌بینی، سودیه، کاتبان سود و حمایتگر سخن گفته ابراز داشتند که دوران استقلالیت برای ما امکان واقعی فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبعده تاجکستان عزیز و محبوبمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. استقلالیت برای ما رمزی عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه، سازندگی از متلاشهای فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانیده معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشد و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و بلندترین زینه بخت و سعادت حقیقی ملت را تأمین نمود. چاره بینی را رئیس سودی شهری پنجکن جنبس نموده اصحاری باوری نمود که کارمندان سودی شهری پنجکن منبع نیز فعالیت خود را در اساس دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت براه میمونند. گزارش سبرین اکرم و وشا حسین صالحف. برنامه را ادامه می دهیم. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند آزمونی مربی سال برگزار گردید. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 باشروک مدیر شعبه معارف مکملزاده شایده در بین مربیان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی شهر و دیهات پنجکند آزمون مربی سال از روی 6 شرط برگزار شد. در این آزمون مربی 4 کودکستان های شهر قادر و امیده از کودکستان رقم 3، جلال و زینوره از کودکستان رقم 8، الهامزاده گنجینه از کودکستان رقم 10 و رجب و لطافت از کودکستان رقم 11 بنی هم قوازمایی نمودند. از روی اجرای شرط ها مربیان مهارت و ملکه استعداد خود را نشان داده باید یکمان در باری گزراندن مشغولیت استفاده اسباب و ایانیت ها معلومات دادند. در رفت آزمون هر یک مربیه مهارت و ملکه خیش را نشان داد. مدیر شعبه معارف مکملزاده شایده در فرجام آزمون سخنرانی نمود و زیر سخنرانی خود و مربیان برای اشتراک فعالانه در آزمون مربی سال منداری بیان نموده غالبان آزمون را با تحفه قدردانی نمود. شاهجازه آزمون مربی سال نصیب الهامزاده گنجینه مربی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 10 به نام آفتاب گردید. اشتراکچان مربی سال فکر و عقیده های خود را چنین بیان نمودند. من اشتراکچی آزمون مربی سال جلال و زینوره می باشم. شد از آنم که من غالب آزمون مربی سال گشتم. کوشش می نمایم که کودکانم را در روی خشتن شناسی، وطن پرستی، مهنت دستی تربیت نمونده در آینده نامبرداری وطن و کودکستان خود گردم. من رجب و لطافت از مؤسسه کودکستان تحصیلات تا مکتبی رقم 11 به نام فیروزه می باشم و من امروز خیلی شادم که در آزمون مربی سال اشتراک نموده و صاحب جای نمایان گشتم. چه خیلی که می گویم مربی این فخری بلند است. من کودکان را خیلی دوست می دارم. ما امید بران داریم که گنجینه الهامزاده در دور ولایتی آزمون مربی سال در شهر خوجند برگزار میگردد، اشتراک نموده با غالبیت برمیگردد. گزارش دلشاد حلیمه و طلبشا توشف. گروه ایجادی تلویزیونی سیمو از رفتی آمادگی به سال نوی تحصیل از مؤسسه های تعلیمی جماعت دهاتی سرازم دیده نمود. این نوبت هیئت ایجادی تلویزیون سیما راه به سوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 که در دهی صاحب نظر واقع است تشریف آوردیم. در این دبستان 647 نفر خوانندگان در دو بست تحصیل میکنند. 38 نفر آموزگاران کار و فعالیت دارند. 13 سیبخانه ها از تعمیر کسمتیکی برآورده شد. از جانب اهالی برای بامپوش نمودن بنا 1000 دانه پوشش یا خود شفیر همچون کمک دسترس گردید.
برای زمستان گذرانی سال 2022 و 2023 7 تن انگیش سنگ و 8 کوب هیزم ذخیره کرده شد. مؤسسه تسلط میانی عمومی رقم 16 در دهه شیرنوا واقع می باشد. در این مؤسسه تسلط میانی عمومی رقم 16 56 نفر آموزگاران و 752 نفر خوانندگان در دو بست درس می دهند. 12 سیمخانه و 4 سیمخانه ایلاوگی از تعمیر خوشصفت براورده شده است. در اینجا 15 کوب هیزم و 12 تن انگیش سنگ برای زمستان سالهای 2022 و 2023 ذخیره شده است. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 106 در دوبست 32 نفر آموزگاران و 447 نفر خوانندگان تعلیم می‌دهند. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 126 در دهه شنوای پایان جایگیر است. سال 2018 تاریخ حشر این بنا ساخته به استفاده داده شد. در اینجا 7 تن انگیش سنگ، 4 از 10 5 کوب هیزم برای زمستان گذرانی سالهای 2022 و 2023 ذخیره کرده شد. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 در شهر سرز واقع است. در این دبستان 50 نفر آموزگاران و 917 نفر خوانندگان در دو بست درس می دهند. سیستم گرمدهی در فصل سرما فعالیت دارد. 4 تن انگیش سنگ و 10 کوب هیزم زمستان گذرانی سالهای 2022 و 2023 ذخیره کرده شد. گزارش دلشاد حلیمه و اسماعیل جان خالف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیاتی و خانوادی را خواهانیم. تا برنامه نوبتی، شاد و پیروز باشید. خیر.